معتقدا به تسلسل موجودات. البته در اینکه یه اتصالی موجودات با هم دارن که حرفی نیست. خب خود تورات هم میگه روز اول این آفرید، دوم این سوم، یعنی به تدریج. منتها اونا از دید ظاهر نگاه میکنن، میگن که طبیعت یه کاری کرد که این بشری که مثل سایر حیوانات بود توانست رو دو پا وایسته. بنابراین از خصوصیات بشر است که روی دو پا راه بره. که میگن این کار که شد، دو تا دستاش آزاد شد، توانست اینجا باز اقتصاددان های کمونیست به کمکش رسیدن، گفتن دستاش آزاد شد، توانست ابزار کار بسازه، به طوری که به انسان لقب حیوان ابزارساز دادند. یعنی حیوانی که برای کارهاش وسیله می‌سازه. سنگ ها رو تیز کرد مثل چاقو که بتونه میوه از درخت بکنه یا حیوانی رو لذت بزنه. البته همه اینها قبلا هم بود، در حیوانات دیگر هم بود، منتها دیده نمی‌شد، اهمیت نداشت. ما خودمون هم، ما مثلا اونایی که خلقت رو از لحاظ معنوی و از لحاظ انتساب به خالق نگاه می‌کنند، اون هم همینجوره. میگن که یعنی همین مطالب رو به عبارت دیگه از قدیم گفتند، که این آقایون علما هم اگر علمای زیدشناسی و اینا اگر یه مقداری خوب وقت باید صرفه تجربه و آزمایشگاه بکنن، کمترش حتی صرف فهم مواردی که فرمودن راجع به خلقت، راجع به اینا بکنن، راه‌های صحیحی به جلوشون آشکار میشه. ما میگیم خدا وقتی بشر را آماده کرد، زیدشناس ها میگن که وقتی حیوان مستعد شد که با دو پا راه بره، ما میگیم وقتی که خلقت ظاهریش تمام شد، یعنی شد یک حیوان، روح خدا درش دمیده شد. اونها میگن ابزار ساخت. خب ما اون بالا رو نگاه میکنیم که چطور ایجاد شد. اینا همین ظواهر غلط نیست، نمیشه گفت غلطه. و به همین دلیل هم اگر با معنویت نگاه کنیم، این برداشت های این علوم، زیدشناسی، دیرینشناسی، نمیدونم روانکاوی، روانشناسی، اینا همه
مؤید اعتقاد ماست مطابق عبارت دیگری. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدم میگرد؟ بله، ولی باید گفت چه میان نقش حیوان و میان آدم میگرد؟ برای که همون صفاتی که زیستشناسان از ظواهر میگن در خیلی حیوانات دیگه هست. خیلی حیوانات وسیله میزدن، منتها تفاوتیش داره که میده. ولا مثلا یادم میاد همه وقتا نوجوان جوان بدم لب با سیدنسستم میدرم منزلی در تهران داشتم سال 26 61 دو سال پیش، این کلاغ می اومدید که نونی منداخ رو خود تو حوض، ماهی ها جمع می شدم یه ماهی می گرفت می بود. خب این حیوان وسیله سازه، تله درست میکنه، اینجوری میگیره. منتها تفاوتش اینه که اولا اون فقط ابزار میسازه برای شکمش، برای خورد و خوراکش. انسان ابزار میسازه برای تکامل معنویش، و حتی اون شکم رو هم برای این میخواد که تکامل معنویش انجام بشه. برگردین مرحمتی موهبتی که خداوند به ما داده گفته است، تبارک الله احسن الخالقین، خودش به خودش بارک الله گفته خدا، فتبارک الله احسن الخالق. این صفت رو از خودمون سلب نکنیم. بسم از هوا بسن از هوا گرفتن که بری نماند و بانی که بری نماند و بانی به کجا روم زدستن به کجا روم زدستن که نمی دهیم مجالی که نمی دهیم مجالی بسم از هوا گرفتن بسم از هوا گرفتن که بری نمان دوبانی که بری نمان دوبانی به کجا رو زدستن به کجا رو زدستن که نمیدهی مجالی نمیدهی